های چطوری پروتی من خوش اومدید اصلا سپس اگه سالا ویدیو های من ندید بهتون بگم که یک نگاهی به چنل من بندازید تو دوش ویدیو نگاه کنید سوشیل لایک کنید سوشیل سابسکرایب کنید بریم برای این ویدیو خیلی الان خیلی دیرمه و از حالت معمولی هم خیلی دیرتر پا شدم صبح ولی نمیدونم چرا ریلکسم آره ببینید اینطوریه که خیلی اتفاقی مام بابا هم برام بیلیت گرفتن که برگردم ایران شد که ما یه چیزی داریم به اسم هفته بعد توی این هفته ما یه هفته تعطیلیم که بعدش امتحان هست و بعد توی این هفته که تعطیلیم مام بابا برام بیلیت گرفتن مامانم خواب دید گفت که باید به ایران من تو بودم که من که بدم نمیاد دلم برای غذای ایرانی و دوستام و خانوادم تنگ شده صبح این حالا قراره 3 روز باشه چون من یه روز تو راهم یه روزی هم که میرسم یه روزی هم که الان امروز که اینجام فردا میرم و یه روز کامل هم تو راهم این همه موات درست کن بعد میاد بیرون وضعیت باد خب داداش صبح بشستم کلی اوتومو کشیدم اینجا وضعیت زشتی این چیه خدایا backgrounds, their relationships together, and how they struggle to survive in the wild. So the show is called Serengeti. Do you know where the... Yeah, it's in Africa. It's in the central part of Africa. And this is the part of Africa where most of the animals still live wild. Again, large Jewish communities in Germany and Austria. Nazis, again, were very, very violently anti-Semitic. So in the 1930s, they start to put more and more controls on Jewish people. You know, Jewish people couldn't, they were kicked out of certain jobs. سلام. آقا خوشم اومد. آجی داشتیم الان توی کامرون کامبت بازی می‌کردیم. یکی به ایرانی هستیم بعد بچا کامپیوتر رو گذاشتم و کامبت رو دادم. ما اینطور بچی داشتیم کامبت بازی می‌کردیم خیلی حال بد. این داشتیم لازم تموم شد و دیگه میام تو کامرون میشینم بعد کامبت هم آوردم بازی میکنم یکم و میشینم اونجا تا اینکه از بیکاری همینطوری دارم میام میچرخم اونجا و آره دیگه that is بیکاری چرخیدن کیفم گذاشتم توی کامرون اومدم بچرخم بعد that's it بذاریم که اینجا رو بتون نشون بدم اینجا اسمش آرندل دقیقا یه پاساژ یه روبروی مدرسه مونه تو اینجا بیشتر مارکا هست و حالا اپل و نمیدونم چیزام هست و یه قسمت فود کورت جدا داره این یه دونه سوشیه سوشی فروشیه بعد اون پایین استارباکس دقیقا زیر پا اون طرف هم پرته بیشتر مارکا اینا هم داره و اینجا اسم مارکا رو نمیشه
بیرون اونم یه جایی میشه به اسم مارکت استریت و بعد شما از اونجا هم بعد یه خیابونیه که توش زارا داره، اچ‌اندم داره، همه برند داره. امروز ساعت 5:25 میخواییم با بچه‌های کالج بریم سینما انتمن ببینیم. من موچه‌ای مال فیلم مارول، این مال کمپانی مارولِه. قصده یک و دو سی جمعه نفتم سهشه و یه 12 نفری فکر کنم هستیم داریم بریم سینما. برای همین الان باید توی کالج صف کنم تا 4 دقیقه همین تموم بشم. یه خرید کوچولوی حیاتی از بوش داشتم. الان برمیگردم دوباره کالج. اینجا که از یک کالجمون هم میدونه شوید هست کالنجای کالجمون دقیقا هم بسید شهر رو توی مارکت استریته یا توی کینگ استریته ولی خیلی نزدیک مارکت استریته. اومدیم برای سینمای خوراکی بگیریم. های سلام. دو تا دوربین. چون که غذاهای مال سینما خودش گرونه بچه ها گفتن که بیاییم از توی تسکو بگیریم. طبقه پایین داره، نمیدونستم بهش به طبقه پایین داره. سه خرید کردیم چون که غذای سینما گفتن گرونه. بزن نرفتم نمیدونم برای این ویدیو تسکو بزنیم. موسری روشو بزنیم آجی رو کجا چیجوری بکنن سب پایین رو بزنیم. بیا یه ردیف کامل برای ماست. اینی کجا با بریم؟ کجا باید بریم؟ چقدر زیادیم یا خدا. همینجا ایرانی برداشت شد. وایسا میشینیم اینجا تا میاد دیگه. هر چی غذا غذا نا که اوکی. 13 تا بیشتر بود. اول 12 تا 14 تا این 14 تا ایرانی و نمیسینم. اولین بار ما در سینما اینجا. کجا هم؟ الان من از سینما بیرون هم در شوی خیلی باحال فیلمه. بعد اصلا کیفیتش بعد سرنلی ها راحت. اینا رو میشه یوتیوب پخش کنم؟ اینا رو میشه پخش کنم؟ بله بله پخش کنم. بازه که من به آیه لطفی فقط از شایان حسینی هستم. آقای شایان حسینی هستم، حاجی هستم. یه داداش دارم اسمش رشاده. آره اسمو چنل ها؟ نه اسم خودم رو گفتم. اسم کنل یوتیوبم چه؟ من خیلی بخونم. چهره من پخش میشه. بیا نم چهره من پخش میشه جفت میشه. گوشیم دارم بنابرای دوست فیلم قبلیش خوب نبودن و من یک از همه شران به سر بوده. خیلی تخیلی بود. آره زیادی تخیلی بود، یعنی واقعا سطح تخیلش خیلی بالا بود. خب و من جلوه ویژهش واقعا عالی بود ولی من از همه انتمن ها یک کوکشتر رو داشتم. الان هم دیگه من
آخر رفتیم چون که خب بقیه تو خوابگاه میمونن یا حالا خونه دارن و ما این که اینجا حالا هاست فامیلی مونیم و راهمون دوره. آره تازه غذا هم نداریم، باید بریم میخوایم بریم مکدونالد یه چیزی بگیریم و بریم خونه. و اومدیم مکدونالد و دو تا بیگ مک گرفتیم. اینجا همیشه رو با دستگاه حساب کردن الان چیزامون رو گرفتیم. بالاخره رسیدیم قیافمو بالاخره رسیدیم من نیم رسیدیم به واسه استیشن و دو ساعت شو فکر کردم واسه شروع کنه اصلا مغزم کار نمیکنه دیگه. استرس کشیدیم چون دست کاملا تاریک بود و ما دوستا تنهاییم. سو یا آره پیس استرس کشیدیم یه لحظه وای بیگ مک چیون دو بیکن توی اتوبوس خوردن اصلا وایب شبیه فیلم تینیجری ها رو دارم. مکه خداست شدی اصلا سوسش همه چیش خداست و توی اتوبوس خوردن وای. این هم از اون بیگ مکی که ما امروز خوردیم دقیقا تبدیقش رو توی ایستگاه اتوبوسمون دیده بودیم. اینطوری هم که دارم فردا بعد از یک ماه و نیم دو ماه شد میگردم ایران خیلی غیر منتظره شد. کلن هم یه هفته است به قدر هفته و واقعا خوشحالم چون دلم برای خانوادم دوستام خیلی تنگ شده و دلم برای غذای ایرانی دیمن همه اینا تنگ شده. میدونم خیلی غیر منتظره چون طوری که تازه اومدم چرا دارم این زودی برمیگردم برای هفته و قد یه هوی شد من هیچ سوغاتی هیچی نگرفتم و اینطوری هم که ولی واقعا دلم برای غذای ایرانی خیلی تنگ شده. یعنی غذاهایی اینجا اصلا مزه نمیده نامستب. تنها چیزی که امروز بعد کلی وقت خوردم مزه میداد همین بیگ مکی بود که امروز خوردم. بعد کلی وقت خوردم دادم که من یه غذایی خوردم که مزه میده اینجا نم چون توش خیارشور بود فکر کنم. آره anyway خب از تاثیر دور کنم. آره دیگه کیفمو بستم حالا با یه نون کوله پشتی بزرگم میرم. ساکوینه اصلا نمیبرم چون اصلا من تیکتم بدون بار گرفتم. بعد میرم منچستر استانبول، استانبول تهران، تهران شیراز. میدونم خیلی راهش زیاده و یه قراره یک روز کامل تو راه باشم ولی میارزه. خیلی واقعا یه خویی شد اصلا انتظارشو نداشتم ولی آن دیگه یکی کیف مدارک و پولامه عطر لازم آرشی چون فردا صبح آرش نمی کنم. توی اومدنم هم آرش نکردم چون وقتی توی هواپیمایی بعد همه یک روز کامل تو رایی دوست دادم خراب میشه. این کتابی که جدید خریدمه کتاب رو میخوام ببرم شارژرا و لپتاپ هم هم اینه که درس چیزی اونجا مشق داشتم بخونم و انجام بدم. شکلات و شکلات و پاستیل یا برم بخوابم. استرس دارم بر جور پروازم ساعت 12:40 است. مریضه برام تاکسی گرفته ساعت 9 تاکسی میاد اینجا ساعت 7 باید بیدارشم 7 بیدارشم خوب بیدارم لیدرلی دارم از استرس میمیرم. گره کنه یه چیز رو اون دفعه قبلی میدونی حداقل دور سرمان بود یه نفری همراه بود و یه آرامشی داشتی که اوکی تنها نیستی. الان رو برمیگرم دارم که نکنه پرواز جا بمونم نکنه برخودم رو دیر پرواز اشتباه گیت اشتباه ندونم کجا میدونی خیلی اصلا از اون اوورفینکینگ یه شبانه اومده به ذهنم و that's it. برم بخوابم دیگه. شبتون بخیر. فیلن فردا صبح میبینم تو. سی
سیلم های چطور برزه دوم خوش اومدید. من یه امروز دارم میرم، الان ساعت 8 صبح، من ساعت 9 صبح برام تاکسی میه جلوی در، کیفم اومده است، باید الان فقط کم موهام درست کنم چون چاشنی میخوام بکنم و قرار من همینطوری ببینید. کم موهام درست کنم، بریم صبحونه بخوریم، بعد آمادم. اینم با کت قرمز اینم و دیگه لیتس گو. خب الان فقط من خونم و چون که یکی از بچه دو تا بچه هم رفتن لیورپول، یکی از بچه هم رفته لندن، منم که دارم میرم ایران، برای همین هیچ که خونه نیست. میخوام برای خودم رزبری، بلوبری، برای شیرین بودنش توش عسل ریختم، بعدش با شیر شد این. چرا بگوست نمی کنه؟ نیدم چرا نور شده این طوری شد. اینم از صبحونه من، بلوبری، اوتمیل، بلوبری، رزبری و نانا. خب من یه روز کامل رو دو هواپیما باشم، یه روز کامل، ولی حداقل تش خوبه، میدونی دوستا و خانواده هم میبینم. از لحاظات آخر اینترنت خوبم دارم استفاده میکنم. ایران نمیدونم میتونم مثلا یوتیوب بیام، نمیتونم بیام، تیک تاک میتونم، تیک تاک کسی کنکره فکر کنم. خب الان با برم تیک تاک. بای. رسیدم به اینجا که همه مارک ها این چیزا رو داره، باید برم بعد گیت هم پیدا کنم. نمیدونم گیت هم باز شده یا نه، بذاریم نگاه کنیم. اگه نه میخوام از کوستا قهوه بگیرم، چون همیشه از استارباکس تو این چیزا میگیرم، همین یه بارم مال کوستا رو امتحان کنم. اوکی جدی خیلی استرس میشم، قیافم مشخص و داغون شدم، چون عرف شدم ترمینال یک برای افرام ترمینال سه برای منم ترمینال دو تا بی پیدا کردم، بعد پولیسم رو تازه گرفتم و بعد یه چیزی بخورم. جدی کوستا اینجاست، حالا قهوه کوستا نخورم، گفتم کوستا امتحان کنم، باشم برم اونجا بچرخم. نیم ساعت دیگه گیتم باز، هنوز گیتم باز نشد. یه دونه آیس کارامل ماکیاتو گرفتم از کوستا، تا حالا مال کوستا قهوه‌شو امتحان نکردم، ولی معلم بیزنسمون داشت میگفت که قهوه‌ش از استارباکس خیلی بهتره، مثلا مارک انگلیسی ذاتن فکر کنم، برای همین حالا امتحان کنم. جدی از مال استارباکس واقعا خوشمزه تره. نه جدی خیلی خوشمزه، خیلی شیرینش کردم، ولی واقعا از مال استارباکس خوشمزه تره. هم قیمتش بهتر بود، قیمتش 2.5 ولی مال استارباکس 4.5، هم قیمتش بهتر بود و هم طعمش. جلسه بودم اینجا، داشتم قهوه میخوردم، الان دیگه تموم شدم، بریم برای گیت. وای آرچیز، آرچیز خیلی خوشمزه است، همبرگرش. یه ویدیو من گرفته بودم که رفته بودم ترافورد، نمیدونم اصلا گذاشتمش یا نه، یادم نمیاد، ولی توش آرچیز رفته بودم. پنجره الان
ساعت 1 پرواز من 20 دقیقه تاخیر داشت، ساعت 1 بعد الان از الان سر می‌کنم تا استانبول، بعد از استانبول هم باید برم تهران، تهران به شیراز. خیلی هم طولانیه، الان هم 5 ساعته تو راه میخوام، خیلی خستم، با قهوه خوردم اصلا نمیتونم میخوام بشن. پرواز بعدی رو بیدار میشم چون بعدی راش نمیداره. کتابی که خریدم رو برام میخونم و تو فیلم میکنم، اسمش اینه، نمیدونم مثلا چجوری همینطوری برداشته بودمش و دارم میخونم. خریدم یه ساندویچ صبح برای خودم پیچیدم، اینه شب اینجا و از روپه من پروازم ساعت 11:45 پس با گرم از اینترنشنال پیدا کنم. نشستم یکم درس بخونم ببینم چی کار دارم، فکرم یه مشق بیزنس هم دارم انجام بدم. That's it. ساعت 9:40 داد. چرا نورش جیده اینطوری شده؟ اینم داره تموم میشه. اولین غذایی که دارم میخورم کله پاچه. رسیدم کله پاچه. اوکی من با دایی مران رفته بودیم یه داشتیم کله پاچه میخوردیم، الان دیگه من هم فرودگاه مهرآباد ترمینال 4 با پرواز پرشه باید برم از تهران به شیراز. یک روز کامل من تو راه هم الان تهران چون تا دیشی هستم میخواهیم ارزش شما رو به نظرم شما رو به خدای بزرگ اسمایی بچکرم و خدا میگرد. سلام چطوری؟ رسیدن به خیلی مرسی آخی الان اینجا ویدیو من تموم شد. من روز آخریه که توی شیراز بودم و ویدیوی شیراز قرار از این به بعد بیاد. امروز دقیقا شنبه است و من دارم برمیگردم، برگشتن ویدیو نمیگیرم چون که دیگه مثل همون رفتن اومدن و ایناست. ولی چون این ویدیو رو گرفتم چون که یه روزش رو توی منچستر بودم، یه ویدیو دارم گلو اپ میخوام براتون بذارم و همین دیگه. یه ویدیو هم از مکان قدیمی شیراز گرفتم که اونم میخوام براتون بذارم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدید. اگه ویدیو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، اون یه کامنت انگلیسی هم برام بذارید که حسابتون نپره. و اینکه همین دیگه، منتظر ویدیوهای بعدی باشین و بعدش هم ویدیوهای منچستر داریم. فعلا خداحافظ.